درود داریم خدمت همه شما یاران و دوستان و عزیزان، هموطنان گرامی. امروز یک شنبه است، 29 مرداد 2582 شاهنشاهی. یک برنامه زنده و مستقیم تا لحظات دیگر روی ایر خواهیم رفت و گفتگو خواهیم کرد با بانو آرتمیس اهورا راجع به انقلاب نوین ملت ایران و سوالهای دیگر پیرامون مبارزات زنان و گلوبالیست ها. البته تا تقریبا 3 دقیقه دیگر با ایشون خواهیم بود. درود داریم خدمت همه یاران. ببینیم اولین نفر چه کسی حاضری رو زده. تامی هاکوپیان، سم جم و بانو سیما هامر جزو 3 نفر اولی هستند که حاضری ها رو زدند در یوتیوب و بله اتاق یور تایم رو هم که آماده کردیم که منتظر علامت هستیم. برنامه رو دوستان لایک کنید و برنامه رو پشتیبانی کنید و کامنت انگلیسی و فارسی بگذارید. در فیسبوک و توییتر برنامه رو ریتوییت کنید تا بیشتر دیده بشه. امشب برنامه خیلی خوبی خواهیم داشت و با شما عزیزان همراه خواهیم بود. من یک لحظه اینجا یور تایم رو هم چک کنم. بله، همه چیز آماده است. تا تقریبا 2 دقیقه دیگر که بر روی ایر خواهیم رفت، دوستان ادمین فراموش نکنید که در کانال تلگرام هم برنامه رو قرار بدید، پایگاه اصلی و مبارزاتی. بله، تامی عزیز هم میگوید من وسط طوفان هستم. دوستان در کالیفرنیا عزیزان میگن اونجا طوفان بزرگی شکل گرفته و یک طوفان به سمت کالیفرنیا اومده. امیدواریم که همه عزیزانمون تو کالیفرنیا سلامت باشند، چون که کالیفرنیا از اون پایگاه هایی است که واقعا هم پایگاه مبارزاتی ایرانیان هست، هم ایرانیان بسیار درست و میهن پرستی اونجا هستند و امیدواریم که همتون سالم باشید، به خصوص یاران ملیگرایان، پشتیبانان برنامه که اکثریت در کالیفرنیا هستید. و یه چیز رو روک بگم، این عزیزان حالا بارها انتقاد شده به کالیفرنیا و دوستان تپه نشین، ولی خب اگه این همین عزیزان تپه نشین نبودند، خیلی از این رسانه ها هم نبودند و با پشتیبانی این عزیزان تپه نشین هست که خیلی از رسانه های هوادار پادشاهی میچرخند و میتونن ادامه حیات بدن. ما هم از همین جا آرزوی موفقیت و آرزوی سلامت داریم بر همه عزیزان. خب، منتظریم که یور تایم علامت رو بده ما به روی ایر برویم. بله، درود بر همه عزیزان، درود بر همه دوستان. حتما حتما برای شهریور هم برنامه رو اعلام خواهیم که من یه حالا نکته دارم. من به نظرم یکم باید زودتر از 25 این حرکت انجام بشه، مخصوصا روز 40 که اینها بیرون هستند، خیلی موقع خوبی هست. درود داریم خدمت همه هموطنانم که در سراسر ایران و جهان از طریق شبکه یور تایم در ماهواره یاهصد ترکمن عالم در حال دیدن برنامه ما هستند. مهدی میرقادری هستم. یک شنبه 29
مرداد 2582 شاهنشاهی، یک برنامه زنده و مستقیم دیگر از شبکه ملیگرایان مردمگرا بر روی شبکه یور تایم که ما روزهای آدینه شنبه یک شنبه ساعت 22:30 در خدمت شما هستیم، مهمان خانه های شما هستیم و امشب گفتگو میکنیم با مهمان عزیزمون بانو آرتمیس اهورای گرامی. حالا من سعی میکنم ایشون رو روی خط بیارم، اگر که اینجا همه چیز اوکی باشه. بله، یک تماسی بگیریم ببینیم که همه چیز اوکی هست و با بانو آرتمیس اهورا برای اولین بار گفتگو کنیم. جناب سیاوش علف و بسیاری از دوستان هم حاضری زدند. بله، درود بر شما بانو آرتمیس گرامی، روی ایر هستیم الان، برنامه زنده و مستقیم. اگر که صدای منو دارید لطفاً دوربینتونم باز کنید که من تنظیم کنم و روی برنامه قرار بدم. من دوربینم بازه، صدای منو داریم؟ صداتونو داریم ولی دوربینتون باز نیست. اون روی استارت ویدیو اگه بزنید دوربین. بله، روی استارت ویدیو زدم. الان خودم دارم خودمو میبینم، نمیدونم شما وقتی بازش کنم. آره، شما منو ندارید. الان دارم میبینمتون. بله، درود بر شما. یک لحظه من فقط تصویرتون رو قرار بدم بر روی صحنه و سکانس و بازگردیم با شما همراه باشیم و برنامه امشب رو انجام بدیم. بله، اینجا بسیار عالی. خب، درود بر شما، خوش اومدید به برنامه. سپاسگزارم از شما. درود بر شما و درود به همه بینندگان برنامه های شما. بانو آرتمیس، خب ما شما را از خیلی زمانهای قدیم میشناسیم. من خودم زمانی که توی ایران بودم نهاد مردمی، یادم هست که یک سری برنامه ها درست کرده بودید و توضیح میدادید راجع به حق و حقوق بانوان، راجع به مبارزات. من از قدیم آشنایی دارم، خب بالاخره سالها گذشته، ولی چون اولین بار هست توی رسانه ما تشریف آوردید، یه بیوگرافی از خودتون میخواید ارائه کنید؟ چون روی ماهواره هم هست، بالاخره مردم با شما بیشتر آشنا بشن. سپاسگزارم. من در تهران زاده شدم و تحصیلات لیسانسم رو در ایران بودم. کارشناسی مامایی گرفتم از دانشگاه شیراز و بعد مهاجرت کردم به آمریکا و در چند سال در آمریکا بودم، ولی به خاطر اینکه اینجا مامایی سیستم مامایی نداشتن، ناچار رفتم استرالیا و اونجا فوق لیسانس گرفتم و وارد برنامه دکترا شدم در همون زمینه مامایی. ولی بعد که با شاهین نژاد ازدواج کردم و برگشتم دوباره به آمریکا، از اول یه دونه پی اچ دی اینجا آغاز کردم در مدیریت های بیمارستانی و در واقع گرداندن هدکوارتر های بهداشتی و این حرفا. و خب من میتونم بگم از نخستین کسانی بودم که فیسبوک که تشکیل شد، هنوز ایرانیان خیلی اونجا نبودن، من اکانت درست کردم و از همون آغاز یادم میاد که کاملا مطالب سیاسی میذاشتم، به ویژه مطالب حتی ضد اسلامی میذاشتم و اون موقع هنوز این چیزا خیلی تابو بود برای مردم، منظورم 15-16 سال پیشه. و یادم میاد که چقدر به من حمله میکردن که شما عوامل صهیونیست ها، شما موشهای کثیف استعماری، حرفای خیلی بی‌سرتایی به ما میزدن. و من اون موقع که آغاز کردم شاید جز پیشروانی بودیم ماها که خیلی روشن و بی‌پرده واقعیت‌های تاریخی و واقعیت‌های آنچه که بر ایرانیان گذشته در 1400 سال رو میگفتیم. به هر حال پس از ازدواج با شاهین ما با هم همفکری کردیم و آمدیم با یه سری از هم‌اندیشان که بیشتر در کالیفرنیا هستن از هیئت امنای رنسانس ایرانی، آمدیم و این رنسانس ایرانی رو
بنیاد گذاشتیم، به ویژه بعد از شورای ملی و اون تجربه شکست خورده شورای ملی، ما متوجه شدیم که فقط کار سیاسی راهگشا نیست و این جنبش رو ما از 2013 راه انداختیم، یک دهه شده الان. و بعد از اون دیگه دیدیم که وقت شده از 2 سال پیش که کسانی که فقط دلشون نمیخواد در کار فرهنگی باشن، چون همیشه به ما این پیشنهاد رو میدادن و دوست دارن واقعا در کار سیاسی باشن، و از اونجایی که ما دیدیم جای یک حزب سیاسی ایرانگرا به معنی واقعی، که یعنی اون نکاتی که ما در آرمانامون هست و رعایت بکنن، به اون حد و کامل و کافی نداشتیم. برای همین ما این حزب رو از 2 سال پیش راه انداختیم، منتها به خاطر اینکه هنوز این جریان انقلاب ایران شروع نشده بود، یه مقدار لو پروفایل یا به اصطلاح چراغ خاموش حرکت کردیم. ولی دیگه از آغاز انقلاب ایران و این ماجرایی که پیش اومد در از پارسال، ما دیگه حزب رستاخیز رو فعال کردیم و در واقع یک شاخه‌ای برای فعالیت‌های سیاسی کسانی که دوست دارند هم در دوران گذر هم در فردای آزاد ایران در یک حزب سیاسی فعال باشن، چون ما می‌دونیم سازمان‌ها نمی‌تونن کار سیاسی بکنن، بنابراین باید حتی کسانی که سازمان‌های پادشاهی خواهی هستن یا مشروطه خواهن یا ایرانگرا هستن در یک حزبی فعالیت بکنن که بتونن در آینده قدرت سیاسی اعمال بکنن و اون چیزایی که آرمانی است که ما برای ایران فردا میخوایم رو بتونن از طریق سیاسی اعمال بکنن، نماینده به مجلس بفرستن و برنامه‌های این چنینی. بنابراین در حزب رستاخیز ایرانگرایان هم من دبیرکل هستم و اونجا هم با یک سری از هموندان بسیار بسیار شایسته، هم از درون هم از بیرون ایران، دقیقاً کسانی که همه در سازمان‌های خودشون حتی هستن ولی برای کار سیاسی هموند یک حزب سیاسی هستن که حزب رستاخیز ایرانگرایانه. بسیار عالی. سوال اولی که خدمت شما دارم، ببینید من خب یه نقطه هستم که با بسیاری از مردمان کشورهای منطقه آشنا هستم. حقیقت بگم توی بین تمام مردمان منطقه مثل عراق، ایران، افغانستان، سوریه، حالا ترکیه رو یه خورده فاکتوره چون اونا خیلی قوی تر یعنی همپای ما هستن، ولی بانوان ایرانی مبارز هستند، ولی خب این مبارزه رو ما توی بقیه مردم کشورهای منطقه بانوانشون نمیبینیم، یعنی یه جورایی یا خونه نشین هستن یا اصلا دخالت نمی کنه، اصلا با موضوع چند همسری اصلا کاری ندارن، خیلی راضی هستن یا مثلا کاری ندارن اون بالا کدوم دیکتاتور هست، کی چه کار میکنه، اصلا دخالت نمیدن، یه جورایی تابع نظر مردشون هستن. ولی بانوان ایرانی رو من مبارز میدم، یعنی برای حق خودشون تلاش میکنن. از شما به عنوان یک بانویی که سالها مبارزه کردین میپرسم چرا؟ چه تفاوتی هست بین بانوان ایرانی که این همه سال جنگیدن، یعنی از روز اول از همون 57 که حجاب اجباری شد تا همین آخرین انقلابی که ما داشتیم، انقلاب زن زندگی آزادی، چرا چه فرقی هست بین بانوان ایرانی و بانوان سایر کشورهای منطقه؟ جناب میرقادری، برمیگرده این موضوع به اینکه در ایران در وجود و نهاد ایرانیان هیچ وقت مسلمان نشدن. ایرانیان ادامه اون فرهنگ ایرانی رو گرفتن، زبان رو گرفتن، فرهنگ رو گرفتن، جشن ها رو گرفتن، رنگ ها رو گرفتن، پوشش هاشون رو نگه داشتن، حتی و به معنی واقعی منتالیتی یا اندیشه ایرانیان هرگز مسلمون نشد، هر چند که به خاطر بمباران 1400 ساله، به خاطر سرکوب 1400 ساله، به خاطر وحشتی که 1400 سال در این ملت ایجاد کردن و به خاطر که مردم میخواستن بقا پیدا کنن، مجبور شدن با پذیرش اسلام جانشون رو در اصل نجات بدن و از کشته شدن و از جزیه های کمرشکن که به مرور زندگی رو غیر ممکن کرد برای ایرانیان نجات بدن. ولی در ذات هیچ ایرانی واقعا مسلمان نیست. عده‌ای از ایرانیان واقعا مسلمانن به معنی اسلام واقعی ها. یعنی اون اسلامی که 1400 سال پیش پیامبر اسلام براشون بنیان گذاشت،
ایرانیان هرگز تابع و باورمند اون اسلام و پیرو اون اسلام نشدن. تنها درصدی رو که شما میبینین یا از بازمانده همون تازیزادگان اون دوران هستن یا منافعشون در مقاطعی داره، حالا برای قدرت، برای منفعت، برای پول، برای همه چیز دکان این اسلام رو نگه داشتن و خودشون رو مسلمان مینامن. وگرنه اگر باورش رو داشته باشید، زنان ایرانی هرگز در این 1400 سال شما همیشه دارین زندگی دوگانه میبینید. این زندگی دوگانه رو فقط شما در ایران میبینید به نسبت تمام کشورهای اسلامی و تمام کشورهایی که اسلام درشون رفته و نهادینه شده در اون ملت و کلن فرهنگ ملی اون ملت رو بلعیده و فرهنگ اسلامی عربی خودشو جایگزین کرده. تفاوتش در اینه ایرانیان زندگی دوگانه دارن. ایرانیان همواره ما هر چی یادمون میاد در خونه و زندگی خودشون، شیوه زندگیشون با بیرون و تو کوچه و خیابونشون فرق کرده به جز اون دوران پهلوی. و همیشه مردم ایران بی‌حجابن، در خونه مهمونیاشون مخلوطه. ایرانیان باده نوشی کردن در همه این 1400 سال، کاری که شما در کشورهای اسلامی دیگه از باور ملی خودشون نمی‌کنن. ممکنه یک قشر کوچکی به ویژه از حکامشون این کارو بکنن، مثلا شما در عربستان در عرب هایی که حاکم هستن در واقع خانواده سعود و اون شاهزادگان و اونا خودشون همه کاری میکنن، همه مدل سیستم زندگی دوگانه خودشونو دارن، ولی باز حتی در زنان اونا این سیستم زندگی دوگانه شما نمیبینید که در زنان ایران میبینید. از این رویه که اونا فرهنگ اسلامی با فرهنگ ملی خودشون یکیه، ولی ما فرهنگ ملیمون با فرهنگ اسلامیمون کاملا 180 درجه تفاوت داره. و همون زنانی که در پیش از اسلام زنان به اصطلاح خانواده اشراف بودن یا زنان دربار بودن، زنان پیشه‌ور بودن، زنان بازرگان بودن، زنان سپاهی بودن، زنان به اصطلاح قشرهای مختلف دهقان بودن یا هرچی بودن، اون زنان همین زنان امروز ایرانن. اون زنان همیشه صدا داشتن، اون زنان همیشه شخصیت مستقل داشتن، اعتماد به نفس داشتن، باور داشتن به خودشون، به توانایی‌های خودشون. و این زنان همین امروز هم در ایران همین هستن. زن ایرانی برخلاف زنان تمام خاورمیانه زنان بسیار نیرومندی هستند. زنانی هستند که این حکومت جلوی پر و بالشون رو گرفته، ولی شما در خونه میبینید زنانی هستند که شاه خونه خودشونن. یعنی زن ایرانی نیرو داره، قدرت داره، صدا داره و پر و بال باز میکنه هر وقت یک کوچکترین امکاناتی داشت که دیدین در دوران رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه چگونه این زنان پوسته 1400 ساله رو پاره کردن و در اومدن و شما بهترین زنان و توانمندترین زنان رو از وکیل و وزیر و سفیر و در کشورهای گوناگون، در سیاست، در اجتماع، در آموزش پرورش، دانشگاه، تحقیق، پژوهش، تا زنان کارگر ایران رو میدیدید که همه جا این زنان حضور بسیار نیرومند خودشونو داشتن. و همین امروزم، نه امروزه که مردم ایران زنانشون مبارزه رو آغاز کردن، 44 سال حلقه ستم و فشار و تیر اصلی جمهوری اسلامی رو به زنانه. حالا نه تنها از حقوق اصلی و پایه یک انسان زنانو محروم کرده، بلکه کل قانون اساسی این مملکت بر مبنای تبعیض نوشته شد. حتی شما بر اقلیت‌های دینی دیگه هم این تبعیض روا شده و شما می‌بینید که کسانی در ایران دارای حقوق برابر نوشته شده در قانون اساسی که مسلمان و مسلمان شیعه و مسلمان شیعه جعفری حتی باشن، یعنی حتی مسلمانان شیعه شش امامی و نمیدونم پنج امامی و بقیه شیعه ها رو هم قبول ندارن و حتی سنی ها رو هم اینا قبول ندارن، برای حقوق برابر اجازه نمیدن وزیر و وکیل و اینها بشن. و خب زنان رو هم دقیقا مانند اون بقیه جامعه اینها توی حقوق نابرابر نگه داشتن و حتی حقوقشون خیلی بیش از مردان در اجتماع ایران، نه فقط دو برابر مردان، خیلی بیش از دو برابر مردان. از میزان اشتغال شما متوجه میشید که زنان ایران 1.4% بیشتر در پست‌های مدیریتی نقش ندارن و حضور ندارن. تازه همون 1.4% هم از در واقع بازوهای خود
خود رژیم زنانی رو میگذارن برای سرکوب، برای تصویب قوانین ضد زن و برای اینکه یه جوری بیشتر حلقوم زنان رو فشار بدن و اجازه نفس کشیدن رو ندن به زنان ایران. بسیار عالی. ما بانو آرتمیس کی از این اسلام اهریمنی خلاص میشیم؟ یعنی ببینید 1400 سال اومدن، 1400 سال هم داریم میجنگیم، هر بار یه سری رو میزنیم از اینها دوباره یه سوراخ دیگه میان بیرون، دوباره از یه طرف میجنگیم، دوباره از یه جا دیگه میزنن بیرون، شکل عوض میکنن میمونن، بعد یه جایی که ضعیف شدن میافتن التماس، یه جایی که قوی شدن ما رو میخوان بکشن سر ببرن. کی واقعا این به طور کامل بوسیده میشه و از ایران میره؟ چون من همیشه میگم دوتا مشکل اساسی ما داریم توی به باور من در کشور ما، یکیش باورمندی در معاصر، باورمندی به عاشورای 28 مرداد هست، یکی هم اون اسلام 1400 سال، که این دوتا اگه کنده بشه به نظر من ما تمام رشد میکنیم میرسیم جایگاه اصلی. ولی اون اسلام 1400 سالی کی به طور کامل از این کشور رخت برمیبنده؟ خیلی پرسش خوبی است. ببینید، این چیزی که من درباره حزب رستاخیز ایران گرایان گفتم از همینجا در میومد. من گفتم که ما باید بدون تعارف، یعنی ما باید یک بار برای همیشه مماشات با این دینی که هیچ باوری هم مردم ایران بهش ندارن رو بذاریم کنار. ببینید، در دوران رضاشاه تنها کسی که مماشات نکرد با اسلام رضاشاه بود. حتی در دوران محمد رضاشاه هم بلافاصله پس از اینکه رضاشاه و امروز سوار کشتی کردن فرستادن به تبعید، فردا انگلستان یک کشتی پارچه چادر مشکی از هندوستان وارد ایران کرد. یعنی اجازه ندادن هرگز این مماشات با اسلام ریشه کن بشه. و محمد رضا شاه هم به خاطر اینکه همه هدف و همه تمرکز روی سازندگی و پیشبرد ایران بود و از سوی در دقیقاً همون مقطع مماشات با اسلام موجب شده بود که مسلمانان چوب نذارن رای چرخه حرکت به رو به جلوی ایران در دوران محمد رضا شاه، و آخونده تقریبا یه جورایی هم پشت حکومت یه جورایی بودن تا بعد که اون دعوای 42 را افتاد و ماجراهای خمینی و مهره که انگلستان نقشش رو کشید برای اینکه بیاره و انقلاب بکنه و جلوی اون فروش گران نفت و پیشرفت روزافزون و قدرت روزافزون شاهنشاه ایران رو در منطقه بگیره و نذاره یه مرتبه ریشه انگلستان در اون منطقه کلن ریشه کنچه، دیدیم که اومدن اون مقوله خمینی رو از همون دوران تخمش رو کاشتن و آب دادن و بعدم دیدیم که به مرور بردنش پروژه رو جلو تا به سال 57 رسوندن. اما اگر اکنون که مردم ایران درصد قابل توجه، یعنی یه آماری که گرفته شد در ایران، من نمیدونم شما احتمال آگاهی، حدود 1500 سمپل نمونه، یعنی آدم انتخاب کردن از 150 شهر و روستا در ایران و ازشون یه پرسشنامه ای رو گرفتن که شما خودتون رو دارای چه دینی میدونین. از این پرسشنامه تنها 30% پاسخ داده بودن ما خودمون رو مسلمون میدونیم. یعنی 70% که درصد قابل ملاحظه ایش، یه چیز بوده نزدیک 8% مردم گفته بودن ما خودمون رو زرتشتی میدونیم، یه درصدی گفته بودن ما اصلا ایتئیستیم، یه درصدی گفته بودن ما مثلا مسیحیم یا ادیان دیگه، یهودی حالا یا باهایی یا بودایی یا حالا بقیه ادیان که خیلی درصدشون ناچیزتر بود، و یک درصد قابل توجه هم نوشته بودن ما مسلمان نیستیم ولی نمیدونیم چی هستیم. یعنی تو اون سردرگمی که حالا این اسلامو از ما بگیرن حالا چیکار کنیم، چه باوری بیاد جاش، ولی ایژوکیشن و آموزش کافی وجود نداشته. میخوام به شما بگم تازه اون 30% که گفتن ما مسلمونیم، اون درصدی هن که یا یه بازی ممکنه سری در آخوری این وری اون وری حقوق بگیری جایی فلان بودن، یا اینکه
به صورت سنتی، چون تو شناسنامه‌شون نوشته بوده مسلمون، اومدن گفتن خب ما مسلمونیم دیگه، لابد ما باید بگیم مسلمون. و شاید برخیاشون میترسیدن در اون لحظه که واقعیت نظر خودشون رو بگن و همینجوری اعلام کردن مسلمون، به خاطر که پرسشنامه بالاخره کتبیه، میترسیدن که شاید دردسری برشون ایجاد شه. میخوام اینو به شما بگم، مقایسه کنید با 98% مسلمون اول انقلاب که رفتن 98% جمهوری اسلامی رو درآوردن و طبق آمار رسمی 8% مردم ایران اون موقع خودشون رو مسلمان می‌دونستن و مسلمان بودن اصلا. و ببینید چه تغییر شگرفی، اگه حتی 30%، یعنی 1/3 جامعه فقط مسلمان مونده باشه، ببینید چه امید بزرگی است برای که ما بتونیم این اسلام رو از دین جدا کنیم، بگیم که آقا جان این اسلام دین نیست، اینو باور کنید، این یک در واقع ایدئولوژی سیاسی بسیار خطرناکه، هیچ ربطی هم به ارتباط بین شما و خدای شما نداره و کاملا تمامیت خواهه و کاملا فضول زندگی دیگران، فضول جامعه و فضول سیاسته. یعنی چیزی نیست که شما بکنینش تو مسجد بعد بگین خب حالا دیگه بریم بشینین تو مسجد نمازتون رو بخونین، یه سری آخوندی هم باشن. نه، یه همچین مماشاتی اصلا با اسلام شما نمیتونید بکنید، برای که نشون داده شده نه امروز و دیروز، 1400 سال پیشش، یعنی اگر تاریخ صدر اسلام و ایرانیان بخونن متوجه میشن که اصلا از روز اولش دین نبود، قضیه دین نبود، قضیه ارتباط شما و خدا نبود، قضیه گرفتن حکومت بود، قضیه گرفتن قدرت بود، قضیه حذف غیر خودی بود، قضیه جمع کردن مالیات و تاراج و جزیه بود. اصلا موضوع پیوند قلبی شما با خدای شما وجود نداشت از روز اول، بنیادش بر این اساس اصلا نبود و هدفش هم این نبود و همین امروزش هم این نیست. شما در هر جای جهان میبینید اسلام یعنی همین. شما الان دارین اروپا رو میبینید چجوری دارن میخورن. اگه این قرار بود یه مسئله بین شما و خدای شما باشه، ممکن بود جریان بعد از رنسانس و اتفاقی که افتاد توی جنگ هایی که کلیسا مسیحیت رو روند به توی به اصطلاح جامعه اروپا، روند مسیحیت به درون کلیساها و همونجا نگهش داشت، برای که از اول مسیحیت دین سیاسی نبود، اصلا ایدئولوژی نبود، اصلا تمامیت خواه نبود، کلن قضیه فهم که اون کارو میشد تو اروپا کرد. با اسلام شما اصلا نمیتونی این کارو بکنی، برای که توی اصول و فروعش همش اینه که شما باید امر معروف بکنی، نهی از منکر بکنی، شما باید جهاد کنی، شما باید اسلامو صادر کنی، شما باید مشرک رو بکشین، شما باید کافر رو بکشین، شما باید هر کس غیر از دین شما هست و باورتون نداره و بهتون بگه بالای چشتون ابرو سرشو ببرین. خب شما اینو نمیتونید بکنید تو هیچ مسجدی و اونجا نگهش دارین و یه سری دکانداراش هم همونجا بشینن. اینا از اونجا شروع میکنن و میان میرن جهان رو میگیرن، همون جوری که الان دارن اروپا رو میخورن. و اینا الان به یک نسل نکشیده تعدادشون هم میره بالاتر از تعداد اروپایی ها و قشنگ اروپا رو تبدیل به بلاد اسلامی میکنن. و هر جا تبدیل به بلاد اسلامی میشه چی میشه؟ همین اتفاقی که در خود خاورمیانه. شما تمام کشورهای مسلمان رو نگاه کنید، از 50 کشور بدبخترین کشورهای جهان و فاجعه آمیزترین اقتصادهای جهان، 32 تاش مسلمونه از پایین جدول. یعنی شما اصلا امکان نداره همچین چیزی رو بتونید باور بکنید که نه این ربطی نداره به اسلام. چرا؟ مستقیما ربط داره، مستقیما ربط داره به این ایدئولوژی ناسازنده و مهاجم و مخرب. برای همین در فردای ایران بدون هیچ تعارف، اگه کسی دین میخواد، ما آیین نیاکانی داریم که مبناش خرده، مبناش آزادی گزینشه، مبناش رواداریست، مبناش نگهبانی از جهان، مبناش سازندگیست، مبناش آزادگیست. بردگی معنی نمیده، شما برده الله بودن برای موجود ایرانی معنی نمیده، شما میتونید همکار اهورامزدا باشید. چرا خودتون رو در حد یک برده و یک بنده و یک بدبخت و یک حقیر تو سریخور موالی اسلام باید بیاریم پایین؟ اینا با آگاهی رسانیست، با آموزش دادنه. اگر الان 70% ایرانیان، 75% شایدم واقعا بیدار هستن، اون 25%، یه درصدشون که خب سالمندانن که نه نقشی در سیاست، نه اجتماع، نه تعیین
تکلیف آینده ایران خواهند داشت. اونا رو دیگه شما نمیتونید عوضشون کنید که دیگه یک جنریشن مسنی هستن که میمیرن و میرن و تموم میشه اون اسلامی که نهادینه شده برای 70 80 سال تو مغز و وجود اینا. ولی برای اون درصد دیگه‌ای که نمیدونن واقعا، حالا همجوری چون تو شناسنامه‌شون برشتن نوشتن ما مسلمونیم، واقعا باید شما از آمادگی از کودکستان به بچه‌ها آموزش بدیم و یک آموزش همگانی باشه تا 90 سالگی، یعنی آموزش در دانشگاه، در جامعه، در به اصطلاح رسانه‌ها، در کتاب‌ها، همه جا شما باید آموزش همگانی رو بدین. و وقتی ایرانیان، چون من باور ندارم جامعه بی دینی در جهان میتونه وجود داشته باشه، برای اینکه ببینید همه مردم مثل هم نیستن و درصد بالایی، شمار بالایی از مردم جهان باید آویزون بالاخره باشن به یک چیزی، حالا فرازمینی، برای آرامش قلبشون، برای آرامش روانشون، برای هر چی، به هر علتی. اگر غیر از این بود ما الان 1.5 میلیارد بودایی نداشتیم، 1.5 میلیارد هندو نداشتیم، 1.5 میلیارد مسیحی نداشتیم، 1.5 میلیارد مسلمون نداشتیم در جهان. برای این بایستی قاعدتاً یک دینی برای یک عده‌ای در جهان، در جوامع وجود داشته باشه. و ما برای به خصوص کشور خود ما صحبت میکنیم، ما کهن‌ترین آیین مکتوب جهان رو داریم که بر مبنای تمام اصولی است که نوابغ جهان ازشون الهام گرفتن، مثل ارسطو، مثل افلاطون، فیلسوفای یونانی، و از اون سو فیلسوفای جدید مثل انواع و اقسام فیلسوفایی که شما دارین میبینید، سارت، ژان پل سارت، یا نمیدونم مارکس، یا بقیه، یا حتی نیچه، یا خیلی های دیگه در دنیای امروز، یا حتی یونگ، یا حتی فروید این اصول رو دنبالش رفتن. یعنی فروید نهایت چیزی که گفت، گفت ما هدفمون از زندگی در جهان رسیدن به سرنیتی یا آرامشه، و این اون چیزیست که اشو زرتشت در 4000 سال پیش به ما گفته، گفته هدف از زندگی اون آرامش درونیست، و آرامش درونی نمیاد مگر از راه راست و درست که از پندار و گفتار و کردار نیک شما راه به منزل مقصود میبرید و جهانتون بهشت شما. و اگر راه کجی برید، هر نوع اهریمنی و پلیدی که شما انجام بدید بار کجیست که به مقصد نمیرسه، و هم شما پادفرش رو در شما اینجا میبینید، کارتون گیر میفته با قانون و دادگاه و زندان و اینا، و بعدم هیچ وقت آرامش نخواهید داشون، چیزی که ما به عنوان هدف زندگی دنبالش هممون هستیم. بنابراین ما بایستی اگر که واقعا افراد ایرانیانی که واقعا آیین میخوان، دین میخوان، شیوه میخوان برای زندگی، برای مراسم، برای مراسم درگذشت، برای مراسم ازدواج، برای مراسم تولد نیاز به یک سری آیین دارن، خب ما میتونیم از آیینی که در ایران باستان هزاران سال نیاکان ما انجام دادن استفاده کنیم. و بعد میتونیم، کاری که میکنیم اینه که اسلام زدائی بکنیم، یعنی نه اینکه بیایم مسلمون رو بکشیم و بندازیم زندان، نه، بلکه به مردم جهان نشون بدیم، به مردم ایران نشون بدیم که ما خودمون یک باوری داریم و این باور میتونه پاسخگوی همه نیازهای ما باشه و شما میتونید به این باور داشته باشید و طبق اون زندگی کنید و هیچ کس هم مزاحم شما نمیشه و این آیینی هم نیست که مزاحم زندگی بقیه مردم اجتماع و مزاحم پیشرفت این جامعه و مزاحم قوانین مدنی این جامعه بشه. به عبارت دیگه ما دولت غیر دینی و دین دولتی نباید داشته باشیم، دولت دینی هم نباید داشته باشیم. این چیزیست که مشخصاً حزب رستاخیز در آلمان نامش داره، حتی حزب‌های دست راستی یا به اصطلاح ایرانگرایی دیگه خیلی هاشون اینو ندارن، یعنی اونا هنوز میگن ما به ادیان احترام میذاریم، که همین میشه فردا موجب مشکل، همون کاری که خب در دوران شانشاریامه شد. و ما فقط حکومت سکولار میخوایم، در حالی که این به نظر من یکی از اشتباهاتی است که در فردا ایران نباید بکنید. ما مستقیما دین دولتی و دولت دینی نباید داشته باشیم، به ویژه ما با اسلام هیچ مدارایی نداریم، یعنی ما اجازه نباید بدیم دیگه دکاندار دین اسلام وجود داشته باشه، حوزه علمیه، حوزه فساد پروری و حماقت پروری در ایران وجود داشته باشه، و مساجدی که فردا هر کدومشون تبدیل میشن به یک
حوزه جهاد اسلامی و بعد تبدیل میشن به یک بمب متحرک مردمی که توش میرن و میان بیرون و بعد تبدیل میشن به در واقع سنگ اصلی جلوی پیشرفت ایران، جلو سازندگی ایران، سنگ راه جوانان ایران در آینده. و خب میگم تجربه نشون داده هر جا اسلامی هست به مرور کل جامعه رو میخواد، به مرور حکومت رو میخواد، به مرور قدرت رو میخواد، به مرورم فساد و فسادی که در عمق روانش وجود داشته رو میرزه بیرون و جامعه رو آلوده میکنه، سیاست رو آلوده میکنه، اقتصاد رو آلوده میکنه، اخلاق رو آلوده میکنه، فرهنگ رو آلوده میکنه. و به این روی ما در فردا ایران باید این موضوع رو هممون، همه تک تک مردم ایران باید این موضوع رو جدی بگیرن. با اسلام نمیتونید شما مدارایی داشته باشید. بسیار عالی. وقتی به جان باختگان راه آزادی به خصوص در 7-8 ماه گذشته ما نگاهی میاندازیم که تقریبا یک ماه دیگه میرسیم به سال روز قیام زن زندگی آزادی، قیام ملت ایران در واقع برای آزادی، بر ضد حجاب اهریمنی، بر ضد تمام اون اندیشه های اهریمنی که آخوند با خودش همراه داره، به جان باختگانش که نگاه میکنی، مثلا مجید رضا رهنورد اینستاگرامش رو نگاه میکنید میبینید که اسلام اهریمنی توش جا نداره. در سید محمد حسینی میبینید که اون بالا اسم خودش رو تغییر داده به یک اسم ایرانی، با وجود که سید اول اسم محمد هست، اصلا یک اسم اهورا گذاشته، اسم آریایی گذاشته. میبینید که نسل عوض شده، یعنی اون باورهای ذهنی نسل جدید تغییر کرده. و مثلا میبینیم که مثلا در جریان انقلاب سال گذشته این نسل جوان حمله میکنند حوزه های علمیه، در واقع حوزه جهلیه رو که اونجا محل لوادکاران اسلامی هست، به آتش میکشند، آخوند رو عمامش رو میپرونند. یعنی هیچ مدارایی در نسل جدید با اینها نمیبینیم، برخلاف نسل پیشین که یک جوری این اسلام در مغزهاشون رفته و یک جوری تا نفوذ کرده در بدنشون. خیلی میشود امیدوار بود، درسته بانو آرتمیس، به نسل جدید؟ همینطوره. ببینین کاری که میدیا، شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های ماهواره، یعنی این صداهای ماها که رفت درون جامعه در یک دهه این کاری که کرد، اگر میخواست اینا وجود نداشته باشه 100 سال دیگه طول میکشید. ولی در یک دهه اون کاری انجام شد روی نسل جوان، چشمها باز شد، مردم شنیدن واقعیت‌ها رو، مردم تفسیر قرآن رو دیدن و شنیدن. روانشاد کوروش آریامنش از یکی از بنیانگذاران این بیرون ریختن نفس قرآن بود، بعد فرود فولادوند روانشاد جاویدنامن واقعا اینا، و اینا همه اومدن، اینا شدن گام‌های نخست. و بعد به مرور دیدین که چگونه همین شبکه‌های اجتماعی، تکرار این برنامه‌ها، رضا فاضلی روانشاد، شایان کاظمی روانشاد، تمام اینهایی که واقعا تلاش کردن و در این راه گام برداشتن، اینها بسیار سرعت بخشیدن. این بزرگ شدن این نسلی که با میدیا بزرگ شد، با رسانه‌های جمعی، با ماهواره‌ها، با شبکه‌های اجتماعی، با همه اینها، هر روز از صبح بچه‌ها بلند شدن و اینا رو دیدن و شنیدن و دیدن اصلا تو دنیا چه خبره، دیدن جوانایی مثل خودشون دارن تو کشورهای دیگه چقدر سازنده زندگی میکنن، چقدر شادن، چقدر زنده هستن، چقدر به اهداف و آرزوهاشون میرسن، چقدر خوب حال همه. پس چرا حال ما اینقدر بده؟ چی موجب شده تو این کشور دست و پای ما به چه زنجیری بسته شده که ما نفس نمیتونیم بکشیم؟ و بعد ریشه‌شو دیدن و بعد تازه فهمیدن که هر چی از گذشته خودشون میشنون بزرگی، سروری، زیبایی، یک ملت عجیب و غریب، نوابقی در تاریخ این ملت، نوابق جهانی که به جهان آن روز و به جهان حتی امروز پیامشون قابل ارسال بوده و هست و تغییر دادن جهانو. کوروش بزرگ، داریوش بزرگ، اردشیر پاپکان، اشوزرتوش با اون فلسفه عمیق جان شمولش که نه زمان داره و نه
مکان داره اون اندیشه ها و سخنان. و بعد اومدن دیدن فردوسی بزرگ و بعد دیدن هر چی بوی ایرانی داره زیباست و درخشانه و نفس توش میکشی و آزاده و با روانت با زندگیت با جانت انگار حرف میزنه، هماهنگه. ولی هرچی اسلامیست کثیفه، بدبوه، زشته، کریه، ستم توشه، نابرابری توشه و خشم تو برمی انگیزه و حق و حقوق تو میگیره و دست و پا تو میبره و بالها تو میبره و اصلا اجازه نمیده که تو خودت باشی و خودت زندگی کنی و خودت برگزینی و شادی کنی و شادزیستی کنی. و خب ببینید انسان هوش داره، انسان تفاوت داره با موجودات دیگه رو کره زمین، انسان میتونه بین نیک و بد گزینش کنه، میتونه تشخیص بده بین خوب و بد، بین زشت و زیبا. و از این روی که من همیشه میگم این نسل بیدار شده و هرچند که از تو تاریخ کتاباشون، از تو سیستم آموزشونشون حسبه، همه جام دارن بمبارانشون کنن، ولی بچه های این نسل دسترسی دارن به کتاب ها، به ای بوک ها. هر کس هر وقت هر چی خواسته، ما بارها گفتیم هم در جنبش رنسانس هم در حزب رستاخیز، شما اراده بکنید هر کتابی که میخواین ما برای شما ای بوکش رو براتون میفرستیم به ایمیلتون. یعنی اگر امروزه کسی خودش دنبالش باشه و بخواد بیدار بشه مطمئنن میتونه، مگر خودش رو کسی بزنه به خواب یا منافعش در خواب موندن باشه یا منافعش در تظاهر به خواب موندن باشه و همراهی با این حکومت و همراهی با اسلام باشه. وگرنه اگر کسی واقعا خودش اراده بکنه و بخواد امروز واقعیت‌ها رو، کتاب‌ها رو، تاریخ درست رو میتونه دسترسی داشته باشه و ببینه. از این روی شما دیدید هر آنچه که از بچه های این انقلاب اخیر دیدین، از جوانان، از دختران و پسران، حتی از میان سالانی که این وسط کشته شدن، شما هر چی میبینید، از بچه 10 ساله کیان میبینید که آرم فروهر رو کلاهشه و از اسلام بدش میاد، تا مجید رضا رهنورد که گفت من مسلمان نیستم و برای منم مراسم اسلامی برگزار نمیکنید، و روی دستشون از تاتوشو میبینید، تاتوی لباساشون، جامه هاشون، پوشششون و اندیشهشون و سخنان این نوجوانانی که آدم وقتی سخنان اینا رو گوش میکنه میبینه چقدر اینا واقعا زیبا بودن. یعنی زیبایی برون و درون رو این بچه ها با هم داشتن و این مایه افتخار این اون فرزندان ایران زمینن. اینا فرزندان کوروش و داریوش و فردوسی هن. اینا فرزندان زرتشت هستن. و این بیداری و باور شما نمی کنید، ما یک بار در اون موقعی که ما تو جنبش رنسانس خیلی از این کارهای اجتماعی انجام می دادیم، رفتیم دنبال آمارهایی که، یعنی شروع کردیم گفتیم نامهاتون ایرانی کنید، حتی اگه اجازه نمیدن نامهای اسلامی رو مثل علی و محمد و حسن و حسین رو شما برگردونی، بسیار نامهای عربی رو مثل حمید و وحید و سعید و مجید و نامهای مثلا نامهایی که برای دخترها میذاشتن و عربی بود، نمیدونم ریحانه و نمیدونم مائده و نمیدونم از این نام هایی که شما خیلی میبینید روی دخترها میذاشتن و پسرها میذاشتن، اینا رو بیان عوض کنید به نام های ایرانی. باور کردنی نبود. این آماری که به شما میدم مال سال 96 97 98 99 بود. مثلا فرض کنید در سال 96 5000 نفر رفته بودن نام ایرانی گذاشته بودن، در سال 98 مثلا آمار در اومده بود یه چیزی حدود مثلا نمیدونم نزدیک مثلا 25000 نفر، یعنی 5 برابر شده بود تو 2 سال. بعد شده بود 100000 نفر، بعد رسیده بود به نمیدونم 200000 نفر. یعنی نشون میداد آمار ثبت احوال ایران که چه درصد وسیع از مردم این سخنانی که ما میگفتیم و میشنیدن و پیش خودشون فکر کردن آره من برای چی باید اسمم مثلا باشه نمیدونم مثلا اصغر، چرا من اکبر، چرا من باید این نام ها رو داشته باشم، میرم نام ایرانی میذارم. و بسیاریشون تونسته بودن نام ها رو عوض بکنن و خود ثبت احوال دوچار این وحشت شده بود که آره بیان برین جلو اینایی که دارن نام های ایرانی، زرتشتی، نمیدونم اینا رو میذارن. بسیاری از مردم شروع کردن نام های حتی زرتشتی میذاشتن
یا مثلا فامیل فروهر، خیلی ها داشتن فامیل عوض میکردن تو ایران، مثلا فامیل قلیزاده بود مثلا طرف رفت و کرد و مثلا فامیلشو فروهر، فروهرزاده، فروهرپور، فروهرنیا، یعنی حتی فروهری که وجود داشت میمدن میرفتن یک مشابهاتش رو داشتن میذاشتن. و خب اینا نشون میده که این نسل واقعا واقعا داره خودباوری و خودیابی میکنه، از نوع ایرانی شدن رو تجربه میکنه و این یه فرایندیست که واقعا شما فقط در ایران میبینید، واقعا در ایران میبینید، شما اصلا در عراق، در افغانستان، پاکستان، سوریه، لبنان، تونس، یمن، در مصر، حتی در نمیدونم لیبی، در نمیدونم مراکش، شما اصلا در کشورهای اسلامی دیگه اینا نمیبینید، ولی در ایران میبینید اصلا فضا فضای دیگریست. ایرانی همیشه یه چیز دیگه بوده و الان داره دو مرتبه انگار که از زیر اون خاکستر 1400 ساله بلند میشه. این نسل جوان زیبا، من همیشه میگم اینا فوق‌العاده هستن، فوق‌العاده زیبا هستن، هم از بیرون هم از درون، و اون چیزی که ازشون میبینیم واقعا اون چیزیست که اگر همین امروز می آمدن نیاکان ما به اینا می بالیدن، نیاکانی که 1400 سال نتونسته بودن حریف این اسلام بشن، دارن می بینن دلاوری بچه های بسیار کم سن و سالی رو که در مخیله هیچ کس نمی گنجید. اگه شما سال 57 اینو می گفتیم به کسی، اصلا هیچ وقت این روز رو هیچ کس نمی دید، ولی ما موندیم و این روز رو دیدیم و فردای ایران شما ببینید چه فردای زیبایی میشه با این جوانان. بسیار عالی. بانو آرتمیس، خب در ایران ما داریم یک بدرود نهایی میگیم با اسلامگرایی، با آخوند، با تفکرات آخوندی، با تفکرات این لواطیون، با این فرقه قوم لوط، با اینا داریم یک بدرود میگیم. ولی میبینیم که در اروپا صف میکشند، نماز جماعت میگذارن، که مثلا توی تهرانی که آخوند هست و ملا هست و پول میدن میبرن، همچون صفی رو نمیبینید. یا مثلا برای حسین دسته های راه میندازن توی مثلا حتی توی امریکا بعضی شهرهاش، که این دسته ها رو تو مذهبی ترین شهرهای ایران هم شما مشاهده نمی کنید. واقعا چه بر سر اروپا و امریکا، حالا امریکا یکم کمتر چون یه خوردن فاصله بیشتره، ولی اروپا چه بر سر اینا اومده؟ چه شده؟ چه نفوذی صورت گرفته؟ آیا عمدی تعمدی هست که این میزان مسلمون وارد کردن؟ یا اینکه خودشون رو به خواب زدن و دچار حالا همون جیست های حقوق بشری و انسان دوستی و اینا حالا بیاید، اشکال نداره. و ما میبینیم که مسئله جمعیتی هم به هم خورده، چون اینها یکی دوتا بچه که نمیان، یه دفعه میبینی سه تا زن داره 15 تا بچه دنبالش مثل اردک راه افتادن دارن مثلا میدونی. این اصلا چه شده اروپا و الان هم تو امریکا هم حالا به نحو دیگه؟ من یه آمارم بگم قبل از این پرسش. ما میزان ورود پناهندگان به امریکا در سازمان ملل، خب یه آماری بود، معمولا ایرانی ها چون از ایران میگریختند و اینها، اینا رتبه های بالایی داشتند، یعنی آمریکا میگرفتشون. الان من آمار رو نگاه کردم، بیشترین میزان ورودی پناهنده به امریکا از طریق سازمان ملل جمهوری دموکراتیک کنگو 67، یعنی سیاه پوست. چه علاقه ای وجود داره که این میزان سیاه بیارن به امریکا و چه علاقه ای به این میزان مسلمان به اروپا داره؟ بفرمایید. آفرین، چقدر این پرسش هوشمندانه است. علت هم داره. اولا من یادتونه به شما گفتم، من همیشه تو پستام هم می نویسم تو شبکه اجتماعی، میگم ایرانیان اولین ملتی هن که اسلام زدائی خواهند کرد از کشورشون و اولین ملتی هن در جهان که انقلابش انقلاب ضد اسلامی خواهد بود. ما در جهان تا کنون، تا امروز، ما انقلاب ضد اسلامی نداشتیم. انقلاب اسلامی داشتیم و اولیش هم با ما شروع شد، اولین انقلاب ضد اسلامی هم از ما شروع میشه. علت اینه که هیچ ملتی اندازه ایرانیان 1400 سال مدام بدبختی نکشید، در این حالی که اسلامش نهادینه نیست، بدبختی نکشید از اسلام مهاجمی که همیشه در کنار زندگی ایرانی جدا، اون اسلام است، این ملت ایران همیشه جدا واسه اینا، هیچ وقت ممزوج نشد، اینا هیچ وقت یکی نشدن.
این نخست. بنابراین ایرانیان از اونجایی که تو همه چیز در جهان نخستین بودن، این کارم میشیم ما نخستین ملتی در جهان که انقلاب ضد اسلامی میکنیم و اولین کشوری در جهان هستیم که از کشورمون اسلام زدایی میکنیم. حالا هنوز چوب اسلام به تن غرب نخورده بود. آلمانیا و فرانسویا و نمیدونم انگلستان و اینا هرگز به دچار حمله اعراب نشده بودن. آمریکا اصلا حمله مهاجم عرب ندیده بود به کشور خودش. اینا ملتشون هنوز تو خواب، یعنی هنوز نمیدونن چه به سرشون اومده. چیزی که ما 1400 سال پیش فهمیدیم، اینا بعد 1400 سال داره امروز به سرشون میاد. حالا کی داره اینو به سرشون میاره؟ جالب اینه، این داره به سرشون میاد، مردمشون که نمیخوان اینو. میدونی مردمشون، مردم کاملا منفعلی که اصلا فکرش هم نمی کنن که داره چی به سرشون میاد. حالا تازه بعضی از اندیشمنداشون الان که دیگه اینقدر آشور شده که من دیروز داشتم یه دونه تو شبکه‌های اجتماعی، شاید شما بتونید پیدا کنید، توی متروی انگلستان یه سیاه‌پوست نشسته بود داشت مدفوع می‌کرد وسط متروی انگلستان. اینا نمی‌دونستن که از اسلام چیه. این مردم اصلا نمی‌دونستن چه خبره، فکر می‌کردن اونم مثل مسیحیت و نمی‌دونم یهودیت و بودیسم و هندویسم و حالا بقیه این مذاهب مذهبیه و یه مش آدمی هم مثلا بدبختن و بیچارن، حالا کاری هم که به کس ندارن، بی آزارن و مردمشون این تصورش. اما اتفاقی داره در اروپا میافته، دولت مردانیست که مهره های گلوبالیستا هستن و ما میدونیم گلوبالیستا جهان وطن هن. اصلا وطن نداره، اصلا وطن برشون معنی نمیده، اصلا مخالفن با وطن. چرا؟ چون شما وقتی میهن داشته باشی میهن پرست میشی و وقتی میهن پرست بشی ملتت برات مهم میشه، نشنالیست میشی، ناسیونالیست میشی، ملتت مهمترین چیز دنیا برات میشه، نه ملت همسایه، نه ملت اونور دنیا، نه بدبخته، نه گشنه، نه ثروتمنده. میگه اول خونه خودم، اول کشور خودم، اول ملت خودم. گلوبالیزم اینو نمیخواد، برای که این موضوع براشون مشکل ایجاد میکنه، برای که بالاشون نمیتونه واشه تو همه جا. برای چی اومدن اول 20 سال پیش این تبل مرزها رو برداریم و اتحادیه اروپا 23-4-5 سال پیش که اینو شروع کردن، فکر میکنی برای چی بود؟ برای اینکه اون موقع مردم اروپا نمیفهمید، اصلا نمیپرسه خب چرا من باید مرز کشورم باشه، خب چرا، موضوع چیه؟ نه این موجب میشه ارتباطات اقتصادی بهتر بشه، بعد چقدر راحت میشن، تو سوار قطار میشیم از پاریس میریم مثلا برلین و میایم و مرزی نیست و پاسپورتی کس چک نمیکنه. اینجوری ملت رو گول میزنن دیگه. از اون موقعی که شروع کردن آقا مرزا رو برداریم تو اروپا، همون موقع کلنگ قبر اروپا بود و مردم نمیفهمیدن. اول از مرزا باشه، اول که مهاجرا نبودن که، مرزا رو وا کنیم. حالا یه سری هم مهاجر اون موقع بودن که حالا مورد جنگ ایران و جنگای این برام ولی حالا یه تعدادی. بعد گلوبالیزم برای این که بتونه فرهنگا رو از بین ببره نیاز داره به این که آدمای از ضد اون فرهنگ بیان تو اون فرهنگ. شما وقتی که فرانسوی بره پناهنده مثلا بشه به آمریکا یا آلمانی بیاد بره پناهنده بشه به آمریکا، تغییری در جامعه آمریکا حاصل نمیشه. خب اینا فرهنگشون خیلی مشابه همه، یا مسیحیان یا یهودیان، حالا یا مشابهن، بالاخره فرهنگ لباس پوشیدنشون مشابه، فرهنگ فکر کردنشون، فرهنگ سخت کوشیشون، فرهنگ این که ما باید بسازیم بریم جلو کار کنیم روزی 10 ساعتمون، اینا مشابه بود. این ملت‌های جهان اولی غربی به هم مشابه بودن. حالا ممکن بود یه ذره زبون این با اون فرق میکنه، ولی بنیان اندیشه، بنیان اون ملت، بنیاد اون صنعت، بنیاد اون کشور صنعتی یکی بود، تفاوتی نداشت. بنابراین اون مهاجرته که مثلا جنگ جهانی دوم از اروپا شد به امریکا، اروپای ویران همه پشت رفتن، یهودی ها رفتن، اینو تازه موجب سازندگی بیشتر میشد، تازه موجب بهتر شدن اوضاع میشد. نه اینو نمیخواستن گلوبالیستا. شما برای یه فرهنگ رو از بین ببرید باید ضد فرهنگ وارد اون کشور بکنید، باید یک ملغمه درست کنید، باید کیاس یا درهم برهمی یا هرج و مرج شما درست بکنید و این هرج و مرج باید اینقدر زیاد بشه که کسی دیگه از پسش بر نیاد و بخوره فرهنگ میزبانو.
و این اتفاقی است که در اروپا هستن بیفته و در امریکا و در تمام کشورهایی که جهان اولی هستن و ناسیونالیست بودن یه زمان و مرز داشتن و فرهنگ داشتن و به فرهنگشون میبالیدن و به زبانشون میبالیدن و به پرچمشون میبالیدن و به هر آنچه که نیاکانشون عرق ریخته بودن، خون ریخته بودن تا اون کشور ساخته بودن میبالیدن. گفتن نه، اینجوری که نمیشه، ما باید بیان برای که اون کیاس و هرج و مرج ایجاد بشه مولتی کالچرال. بعد اومدن گفتن نه، ببینین پروژه هایی هم که میدن همش فاند میشه، یعنی شما وقتی میرین تو دانشگاه ها میبینین یک شاخه اضافه کردن بعد از اون برداشتن و مرزا، حالا شاخه اضافه میکنیم مطالعات زنان. بعد کی تو مطالعات زنان هستن؟ من و شما عادی نیستیم، هرچی فمینیسته، چپیه، کج و کله، مغز خراب، اینا رو میریزن اونجا. بعد مرتبا میکوبن بر طبل مرد ستیزی، آی بیاین حقوقمون رو خوردن، آی بیاین کشتنمون، بردنمون، خوردنمون، استخداممون نمی کنن، حقوقمون کمتر از مرداست، آی بیاین فهم. اینا رو هی باد میکنن، یه مش آدم مغز مشکل داری که درست نمیتونه تحلیل کنن باد میکنن. بعد این طرف فردا کلن یک بمب متحرک میاد تو جامعه، بعد میبینین تظاهرات فمینیستی میذارن یارو برهنه. شما حقوق برابر نمیخواد؟ من مردا لختن که شما با حقوقتون برابر بشه، حالا ما هم لختیم. مگه حقوق برابر خواستن با بی آبرویی و بی تربیتی و بی اخلاقی و زشتی و کراهت ربطی داره؟ نه، ولی وقتی که شما آدم مستعدش رو میبری پرورش میدی، اینا دست پشتشه. بعد برای چه پروژه هایی بودجه میذارن دانشجو بگیریم؟ برای دکترا، برای فوق لیسانس، برای ریسرچ، تحقیقات، پژوهش ها، فلان. چه بودجه ها از کجا میاد؟ سازمان های گلوبالیستی. هر چی شما بودجه دانشگاه ها رو میبینی سرش میخوره یا به بنیاد سروس یا به اون یکی، اون ورن وافه، بنیاد نمیدونم کلینتون، بنیاد هر چی شما به مطالعات حقوق افرو امریکن، افرو، یعنی شما امروز جرئت نمیکنی به یکی بگی آقا شما سیایی، شما بگی افرو امریکن، آفریقایی، آمریکایی. خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ شما دارین حقایق و ماسمالی میکنین، روش رنگی میمالین که چی بشه؟ آقا من سفیدم، یکی سیاه، یکی زرد، ما مشکلی نداریم با رنگ افراد، هر رنگی هستی هستی. خب ما مشکل با اون مغز خراب داریم، میتونی سفید باشی مغزت خراب باشه، میتونی سیاه باشی مغزت خراب باشه، میتونی زرد باشی، میتونی هر چی دیگه باشی، هر نژادی باشی، اونش مهم نی. مهم اینه که شما میاد با این کارا میدونین تبعیض و نهادینه میکنین، یعنی میقبولونی تو اون مغز سیاهی که آقا اینا بدن، اینا میخوان حق تو بخورن، اینا میخوان نمیدونم تو رو پدر تو در بیارن، اینا رو پر از عقده بار میارن، در حالی که اصلا اینطوری نیست. شما باور کنید، باور کنید تا پیش از این مسائل حقوق به اصطلاح برابر سیاها و سفیدا، حتی بعد از آزاد شدن برده ها، یعنی بعد از دوران آبراهام لینکلن که تازه اون خودش جمهوری خواه بود، امروزه این دموکرات ها میخوان مصادره بکنن کار اونو، بعد از آبراهام لینکلن کاملا سیاهانی که در امریکا بودن آدم های بسیار خوب زحمت کشی بودن، بسیار خوب، یعنی نیاکان این سیاهی که شما دارین امروز میبینید اصلا اینطوری نبودن، حتی تا دهه 50 و 60 هم اینطوری نبودن سیاها، بسیار آدم های معقول کار میکردن، بسیار در گسترش موسیقی بلوز با بلومینگ ایجاد کردن، یه موسیقی غمگین دوران بردگی رو ایجاد کردن و پروا، بسیار در جاز قوی بودن، بسیار آدم های خوبی بودن. بدبخت سیاها نابود کردن اینا رو این گلوبالیستا، یعنی اومدن و از بیشترین سوء استفاده رو از همین سیاها کردن اینا، که مرتب در اینا تلقین بکنن، اینا رو پر از عقده بکنن، پر از کامپلکس بکنن، روانی بکنن، حرکات. اصلا زنان سیاه پوست اصلا اینطوری نبودن، امروز شما اصلا از زنان سیاه پوست میترسین، یعنی از جرأت نمیکنی به اینا، از نگاهشون جرأت نمیکنی بکنی، یعنی نگاه نمیتونی بکنی، یعنی تو چش اینا نگاه کنی انقدر بدخیمن، یه مرتبه میخواد حمله بکنه و موتو بگیره بکشاسه، تیکه پارت میخواد بکنه. و مردم یه جوری، یعنی اینا جوری اومدن این نژادها رو که یک زمانی هیچ مشکلی در این جامعه امریکا جلو هم قرار داد، اینا بازوهای گلوبالیستی است، وقتی میان اصلا درست میکنن بلک لایوز ماتر، وقتی آمارهای آمریکا نشون میده 0.8% از سیاها در آمریکا به دست سفیدا کشته میشن، 0.8، یعنی 1% هم نیستن، در ازاش 10% سفید داره در آمریکا به دست سیاه کشته میشه. چرا بلک لایوز ماتر درست میشه برای زیر 1%، برای اون 10% وایت لایوز ماتر تشکیل نمیشه؟ چرا؟
برای که مرتب میخوام به اینا بقبولونن، شما داره بهتون ستم میشه، داره که ستمی نمیشه. شما اینجا همه چیز هست، همه حقوق همه هم در برابر قانون برابره، شما اگه تخلف نکنی چه سفید چه سیاه آبرومند زندگی میکنی، نه کسی الکی میاد به شما گیر میده به خاطر که سیاهی شما رفتار درست باشه و رفتار خلافکارانه باشه، سفیدم باشی میگیرن، معتادم باشی میگیرن، مواد ببری میگیرن، قتل بکنی میگیرن، کسی کاری به نژاد شما نداره. مملکتی که توش قانون حکم فرما باشه، شما در برابر قانون همه از هر سنی، فقط ماینورا رو مستثنا میکنن در برابر قانون، افراد زیر 18 سال با آدمای بزرگسال یکسان نیست، اونا مثلا تعدیب دار و تعدیب و خیلی در مورد جرمایی که میکنن ملایم باشون رفتار میشه، سعی میکنن کار مثلا آموزشی بکنن که البته هیچ وقت هم اتفاق نمیفته، ولی حالا کاری نداریم. ولی از 18 سال به بالا شما هر رنگی داشته باشی، هر شغلی داشته باشی، آدم بکشی. ما الان ایرانی داریم که در همین امریکای خانومی بود گودرزیه، نمیدونم چی قجرلو یا همچین چیزی فامیلش بود، یه خانومی که شوهر امریکاییشو کش، دوست دختر شوهر امریکایی هم کش و فوق لیسانس هم بود و الان توی نتفلیکس شما اگه بزنین جز آی ام کیلر یه سریالی هست در مورد این خانم هم ساختن، خانم فوق لیسانس ایرانی که شوهرشو کش. یعنی شما در تحصیل کرده باشی نباشی، سفید باشی سیاه باشی، هر چی باشی، شما جرمی انجام بدی باهات برخورد میشه. و علت این که سیاه ها رو شما اینقدر بیشتر در زندان ها میبینید برای که تمامشون بزهکار میشن از 14 سالگی، برای که اینا دارن تو کامیونیتی بزرگ میشن که همش توش پرابلمه، همش توش مشکله، اعتیاد، مادر پدر الکلی، معتاد، بچه هایی که میفتن توی خانه های به اصطلاح فاستر کیر یا به اصطلاح خونه های پرورشگاه زیر نظر دیگران مشکل دار میشن، از 14 سالگی فرار میکنن خونه، میرن دزدی میکنن، بعد از 24 ساعت معتاد میشن تو خیابان. این مکافات هایی که تو همه جوامع اتفاقا پیش میاد، ولی اینجا درصد تبهکاری و سیاها بالاتر میره به این دلایل و بعدم میفتن زندان و درصد بیشتر تو زندان. ولی هیچ کس اینا رو نجات ستیزی نکرده، اتفاقا امروز نجات ستیزی داره برعکس میشه و همین اتفاقی است که شما در اروپا دارید میبینید. خلافی که اروپایی علیه یک پناهنده سیاه پوست یا عرب مسلمان یا هر چی داره انجام میده به مراتب کمتره تا خلافی که اون مهاجر پناهنده داره علیه اون مسلمانه داره علیه اون ملت میزبان انجام میشه. 4 سال پیش از کرونا فقط شب سال نو در آلمان 5000 دختر و زن آلمانی توسط همین مهاجران تجاوز شد بهشون در شب سال نو. آیا آمار اصلا آمار نشون نداد هیچ وقت در شب سال نو؟ و نبود و نبود یه آلمانی رفته مثلا به یک زن افغانی تجاوز کرده، اصلا همچین برعکسش اتفاق نیفتاد. ولی میخوام بهتون بگم مرز ها رو که برمیدارن، فرهنگ ها رو که قاطی میکنن که توش تعمده، برای اینه که اصلا شما اگر بزنید روی یوتیوب برنامه های هست که گلوبالیست ها کاملا اینا رو گذاشتن و به شما میگن که مثلا آینده جهان قراره چجوری بشه، بعد اینا دقیقا اون آیدیا و پلن آینده ایست، برنامه ریزیست که اینا کردن برای آینده جهان. بعد میگه در آینده جهان یک دولت جهانی وجود خواهد داشت، در 500 سال آینده دیگه دولت‌های ملی وجود نخواهد داشت. اینو باور کنید هست دا. یعنی من اگه لینکش رو پیدا کنم برای شما جناب میرقادری حتما خواهم فرستاد، برای که اینا خیلی زیادم از این تیپ ویدئوهایی که فقط تصویره و با تصاویری مثلا دنیای آینده 300 سال آینده رو دارم به شما نشون میدم. ما دیگه رئیس خاصی نخواهیم داشت، همین التقاطی که به شما میگم که قاطی پاتی کنن اینا میخوان دیگه نژاد سفیدی اصلا وجود نداشته باشه، همه بشن شکل هم و ما نژاد خاصی نخواهیم، همه مردم یک نژاد میشن، همه هم که میرن زیر دولت جهانی. بعد دیگه شغلها چیزی به عنوان شغلهای کنونی نخواهید داشت، شغلها همه کورپوریشن هستن، فقط همه مردم در یک کورپوریشنی کار میکنن، یعنی دیگه بیزینس شخصی صفر. یعنی اینا آینده هاییه که دارن برای شما میچینن از حالا. بعد دیگه مردم به صورت ریموت همه زندگی میکنن، از هم دیگه ارتباطات قطع میشه. یعنی اینا همه اون پلانیست که اینا دارن، اون جوری که مثلا مردم برن تو کوچه و خیابون و معاشرت کنن، اینا همه از بین خواهد رفت، مردم کاملا ایزوله میشن. چی میشه حالا تغییراتی که نوشته که آدم ربات واره هایی که من همیشه در ذهنم بود که خواهند ساخت و خواهند ساخت. یعنی شما آدمی که تو خیابون می‌بینی نمی‌دونی آدم یا رباته،
که برای که آدم‌هایی هستن که چیپ‌های مختلف تو مغزشون می‌ذارن، مثلا برای توانایی‌های خاص آدم برای شما کارخونه‌ای درست می‌کنن، این آدم آدم کش میشه، اون ماشین جنگی میشه، اون مثلا میشه نمیدونم یک فرض کنید فیزیکدان، اون میشه یک مثلا دکتر و اینا میشن آدم رباتواره. و بعد به خاطر اینکه این آدم رباتواره ها میان، اینا نیازم دارن به درصد کمتری از انسان ها، بعد اون وقت اینا نمیان بگن که ما یه بیماری هایی هم درست کنیم. آره بعد یه چیزهای خاصی ممکنه اتفاق بیفته و یک میلیارد مردم جهان از بین برن، حالا یا به خاطر شعاع نوریه فلان، ولی نمیان اینو بگن که این چیپ هایی که الان دارن زیر دست افراد میذارن. من باورم این بود قدیما که هنوز این چیزا نیومده بود و مردم چیزا نمی‌دونستن، من باورم این بود که روزگاری خواهد رسید که یک چیپای می‌ذارن احتمالاً توی گردن یا توی مغز شما، و زمانی که تصمیم بگیرن یک میلیارد آدم رو جمعیت رو کم بکنن، از طریق اینا کافی است پالس بفرستن قلب همه وایسته، یعنی بدون اینکه یه خون از دماغ کسی بیاد میتونن جمعیت رو یک میلیارد از بین ببرن. و این کارو الان، همین الانی که من و شما داریم با هم حرف می‌زنیم، 40,000-50,000 نفر در دنیا داوطلبانه رفتن این چیپ ها رو کار گذاشتن اینجای دستشون که این دیگه بشه همه چیشون، یعنی کارتتون، بیمتون، پاسپورتتون، حتی در خونتون با همین باز میشه دیگه. شما اصلا پاسپورتون، ها یکی از چیزایی که میگفتم، پاسپورت دیگه در جهان از بین خواهد رفت، داکیومنت ها از بین خواهند رفت، کارت شناسایی دیگه نخواهد بود. برای چی؟ برای که شما دیگه چیپ دارید و این چیپ یعنی کنترل همه مردم جهان، یعنی دیگه آزادی صفر. شما نفس بکشی، کجا رفتی، کجا اومدی، حتی این چیپ آنالیز میکنی شما چی خوردی، حتی درصد خونت و الکل خونت رو مثلا تعیین میکنه که شما مثلا درصد الکل خونت الان اینقدره، و همه اینا داره دیتا سیو میشه. و این دیتاها داره کجا سیو میشه؟ برای همون صاحبان زر و زور، اونهایی که کورپوریشن هایی که یه همچین بودجه هایی رو میذارن، به شما میگن که شما باید اینا رو انجام بدید یا این کارها رو انجام ندید. و فردا دیگه شما نیستی برای زندگی تصمیم میگیری، شما هممون یه دونه چیپ خواهیم داشت و این چیپ رو جوری میکنن همونجور که الان واکسن کووید رو میکردن، شما نمیتونی سوار هواپیما بشی، نمیتونی. فردا همین کافی است که دولت ها بگن ما دیگه پاسپورت صادر نمیکنیم، همه الزام دارید برید اینجاتون چیپ بذارید، تموم شد، تموم شد. به همین راحتی، به همین راحتی من و شما میایم زیر کنترل، و وقتی اومدیم دیگه برای همیشه میشه استعمار فرانوین. استعمار فرانوین یعنی من و شما با میل خودمون دوچار استعمارشون، کسی اسلحه پلو گوشمون نذاشته، یه خونم از دماغ کسی نمیاد دیگه، نه نیاز دارن وسیله جنگی بسازن اگه بخوان کاری بکنن، اگه بخوان. کافی یه بیماری، همین این کووید یه نمونه‌ای بود، یه سمپلی بود، اینا رو مردم جهان امتحان کردن که ببینیم چی میشه اگه هم چی کاری بکنیم، شرایط جهان چی میشه، اقتصاد چه تغییراتی میکنه، سیاست چه تغییراتی میکنه، سیستم زندگی مردم. بعد روانشناسا شروع کردن به ریسرچ های گوناگون انجام شد، دپرشن در خانه ماندن، جدایی ها چقدر درصدش رفت بالا، دعوا کردن مردم سر کله هم دیگه، بعد سوخت میزانش چقدر میاد پایین فلان چقدر. یعنی این یه ریسرچ بود و من و شما مردم جهان 8 میلیارد 9 میلیارد ما موش آزمایشگاهی. و دیدید چقدر آدم ها اخراج کردن از ارتش، از ایرلاین ها. الان ایرلاین ها دیگه نمیتونن پرواز، مثلا دو هفته پیش بود نزدیک 5,000 پرواز برای یه آخر هفته در امریکا که اتفاق افتاده بود، مسافره 5,000 پرواز کنسل شد. چرا؟ برای که اینه یه عالمه از پرسنل رو به خاطر که واکسن کووید نمیزدن اخراج کرده بودن و الان کم بوده نیروی هوایی دارن، یعنی خدمه، خلبان اینا. و خب میخوام به شما اینو بگم، یعنی شما رو اخراج میکردن به این راحتی، شما واکسن کووید نمیزدید از ارتش آمریکا اخراجتون میکردن. و باور شما میکنی این یعنی کنترل؟ شما باید قاعدتا در یک جهان آزاد اختیار بدن خودتو داری. آقا من نمیخوام واکسن بزنم، من میگیرم دیگه حد اکثر، شما هم میخوام بزنیم بزنیم، من میتونم انتخاب کنم نزنم. چرا من باید اخراج بشم؟ چرا من باید حتی اختیار بدن خودم رو دیگه نداشته باشم؟ و این فردا میاد رو همه زندگی شما. استعماری هست فرانوین، بدون اینکه ارتشی بکشن دیری 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 توپ و تانک و آدم و سلاح و موشک و نمیدونم نارنجک و نمیدونم هواپیمای جنگی، بدون اینکه بفرستن، بدون اینکه یک دونه هواپیمای جنگی بلند کنن. دیدین که الان با پهباد انجام میدن، 4 روز دیگه اصلا اینا هم نیاز نیست دیگه. وقتی بخوان یه کاری رو انجام بدن، قشنگ چیپشو گذاشتن تو دست مردم و اینا رو بکشین بره. 1 میلیارد رو نمیخوایم این بعد.
و به همین راحتی. و از حالا که نه، از سالهای پیش اینا انبار ژنتیک جهان رو ذخیره کردن، انبار هر آنچه موجود و گیاه روی کره زمینه اینا توی انبارهای ژنتیکی دارن. یعنی اینم که مردم فکر میکنم میان به من و شما میگن که آه الان این گونه جانوری داره منقرض میشه، چه چیز اینا همه رو ژنتیکاشو دارن و بافتاشو دارن و از نو اینا رو بر شما میسازن، اینا میذارن، مقطعی میرسه که بقشنگ ما کارخونه آدم سازی، مثلا شما میخواید سگ تولید کنین، قشنگ تو کارخونه بر شما انبار ژنتیکی رو دارن، تپ 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 اینا سگی که از بین رفته بر شما میسازن. یعنی اینا همه این کارا رو کردن اوردی و پیشا پیش همه اینا ذخایرش هست. و همین امروزه یه عده با پول خودشون، خب من خودم یکیش که رفته بودم که ببینم ذخیره ژنتیکیمو ببینم، من اون موقع اولش بود مثلا 150 دلار دادم، الان شده مثلا 50 دلار. و مردم رفتن با پول خودشون آزمایش ژنتیکی دادن که انسستراشون ببینن از کجان چیم و چی نیستیم. همه ما هم شاید الان درصد بسیار زیاد از مردم هم انبار ژنتیکی تک تکمون هم دارن، حتی یعنی با میل خودمون خیلی ها رفتیم دادیم. حالا ما اون موقعی که رفتیم دادیم گفتیم بریم مثلا بگیریم، بعد میشه خود ما گفتم حالا ما مثلا 45 سال عمر میکنیم میبینیم دیگه، ولی اینا اوردی همه چیز ما رو دارن. اگه 100 سال دیگه بخوان یکی اینه منو میسازن و میارن بیرون و کارخونه آدم مثلا آقای میرقادری مثلا ممکن تولید کنه، خانم فلانی رو تولید کنه، حالا ما که آدم معمولی هستیم ممکنه نوابق رو تولید بکنن، نمیدونم 20 انشتین همونجور که مغز انشتین رو نگه داشتن یا خیلی چیزای دیگه. و اینا دنیای آینده است و به نظر من جناب میرقادری بسیار دنیای ترسناکی است که شما دیگه هیچ وجود نداره به نام پرایوسی، به نام زندگی شخصی، به نام خونت، به نام اینکه من دارم امروز چی میخورم چی نمیخورم چی کار میکنم، همه ی زندگی من زیر مانیتورینگه. آخرین پرسش بانو آرتمیس، چه کسی میتونه جلو این رو بگیره؟ فکر کنم یکی بیشتر نباشه، اونم اسمش پرزیدنت ترامپ هست، قبول دارید اینو؟ اگر آخرین امیدی برای آمریکا وجود داشته باشه حتما پرزیدنت ترامپه، ولی من به قویاً معتقدم پرزیدنت ترامپ مهمترین کاری که کرد بیداری ملت‌ها بود. یعنی اومد این میزا رو برگردون، اون برش رو ببینی، دستای زیر میز رو ببینی، اون پشت صحنه رو ببینی، اینو به مردم نشون داد. باور کنید شاید 8 سال پیش مثلا میرفتید عقب‌تر، 10 سال پیش مردم اندکی در امریکا و در جهان باور داشتن که مدیا به شما شبانه روز داره دروغ میگه. اصلا درصد کمی از مردم جهان میدونستن که بابا این مدیا هر 7-8 تاش یه دونه اونر داره و این اونرام جاشون دستاشون معلومه به کجان، اینا گلوبالیستن. ولی امروزه دیگه خیلی ها اینا رو فهمیدن. یعنی این کارت پرزیدنت ترامپ بود که گفت باید بفهمین با شما دارن چه کار میکنن، مدیای دروغین چیه. گفت من اونور مرز بودم، اونور فنس بودم، خودم میخریدم این استابلیشمنت، این سیاستمدارای این برای امریکا رو، چون من یه بیزنسمن بودم اینجا میخریدم، هر کیو نماینده ها رو میخریدم میفروختیم، هر کیو میخواستیم میفرستادیم اون تو، هر قانونی ما میخوایم، چون ما خرج انتخاباتشون رو داده بودیم، حالا باید غلام حلقه به گوش من باشه نماینده فلان جا فلان جا فلان جا، و هر قانونی که من میگفتم ساپورت کنن یا رد کنن توی دادگاه. حالا من اومدم خودم این طرف، منی که اونور بودم دارم به شما میگم چه خبره و منو کسی نمیتونه فریب بده، برای که من خودم میدونستم اینا چقدر فاسدن تا دندان. و اینو به مردم آمریکا نشون داد، یک مرتبه مردم آمریکا فهمیدن. میدونی یعنی این تقلب انتخاباتی که توی اوضاع بایدن و فساد تا خرخره، دقیقا دموکرات ها همشون توی دار دست گلوبالیست ها همه فاسدن، اینه مردم دارن واو این هانتر بایدن چه فاسدیه، با ماینور میخوابه، نمیدونم موادیه، نمیدونم پول میگرفته از اوکراین، نمیدونم رشوه خوره چینه، سرمایه اون بردارن. بعد مردم تازه فهمیدن که واو چقدر اینا کثیفن و چقدر خرابن و چقدر بدن و این استبلیشمنت یا به اصطلاح اون عمق ریشه‌ای که این دولت ها فقط میان و میرن روی سطح، این دموکراسی که میگیم گندش در اومده در غرب به پایانش داره نزدیک میشه، اون زیر اون استبلیشمنته که همه ای امریکا رو میگردونه و
اونه که دشمن اصلی ملت امریکاست و فقط برای منافع گلوبالیستی کار میکنه. و همین اتفاق داره در اروپا میفته. یعنی الان شما اگر رو شبکه‌های اجتماعی، چون من خیلی میبینم این چیزا رو در انگلستان در جاهای دیگه، میبینم چقدر آدمایی که روشن شدن و چقدر دارن فوش میدن به دولتاشون و چقدر دارن رو میکنن که آقا این بر اینا پرنده‌ها دارن ما رو میخورن. دیگه شما انگلیسی نمیبینین تو انگلستان، توی لندن، تو شهرهای بزرگ اروپا همه رو خوردن اینا. همینجوری قیافه ها انگار از کراچی پاکستان اومدن، از افغانستان با این دشاشا، با این قیافه‌های وحشتناک طالبانی، گلگده و کسافت کنار این خیابونا خوابیدن، خانواده خانواده با 10 تا بچه همونجا میخورن، همونجا میخوابن، همونجا بچه‌هاشون دارن نمیدونم توالتشون رو میکنن. کسافت خونه. یه زمانی مردم میگفتن خیابان شانزلیزه زیباترین خیابان عشاق فلان. شما برین گداخونه کنار شانزلیزه، اصلا باید موزه بشین پاتون رو نذارین روی ادرار مدفوع مردم. و این وضعیتی است که بیداری مردم جهان جلوش خواهد ایستاد. من به شاهین همیشه میگم، میگم که شما یک عده‌ای رو برای همیشه میتونید بفریبید، یه عده زیادتری رو برای یه مقطع که همین چندین دهه بود که بعد از جنگ جهانی فریفتن، ولی شما نمیتونین همه مردم جهان رو برای همیشه بفریبین. و این بیداری های ملی که صورت بگیره، بعد بایستی که یه عده‌ای پیدا بشن مثل همین ایلان ماسک و بقیه که اومدن توی دار و دسته این طرف، دارن جز آدمایی ان که پولشون رو دیگه خرج در واقع دموکرات‌ها و روی دست گلوبالیستا نمیذارن، یواش یواش اینها کمک خواهد کرد که مردم هوشیارشن. بعد اون وقت اون سیل مردم که را بیفته، گلوبالیسم دست و پاش شروع میکنه به جمع شدن و جلوی ناسیونالیسم رو دیگه نخواهند تونست گرفت. این اتفاقی بود که اگه من درست بگم هیتلر پیشبینی کرده بود. یه زمانی ازش پرسیدن که اگر که شما بیفته حکومتت، همون اواخر جنگ که دیگه نزدیک شده بود، بچید گفتن سر ناسیونالیسم به اصطلاح ناسیونالیسم ملی آلمان، سوشیال ناسیونالیست اونا بودن، سر اون سوسیالیستی چی میاد عقیدش؟ آیا فکر میکنیم بعد از جنگ دوباره بیاد؟ گفت هیتلر، گفت نه، اگر من سرنگون شم ناسیونالیست سوسیالیست از بین میره حزبشون و سخنش در جهان شنیده نخواهد شد و تا 100 سال آینده. و داره اتفاق میفته. یعنی نشون میده که یک آدمی میتونه به همین قشنگی، اگر شما بدونید تو پشت سیاست‌های جهانی چی میذاره، میتونید آینده رو پیش بینی کنید. و الان 85 سال از پایان جنگ جهانی دوم گذشته و درست گفت هیتلر، ولی ممکنه که در 15 سال دیگه دوباره اون حسای ناسیونالیستی که داره هر روز توی اروپا تقویت میشه و جناهای دست راستی، نمایندهای دست راستی دارن احزابو میبرن و مجالس اروپا رو یواش یواش داره شروع میشه که ببرن، چندین تاشون بردن اروپا شرقی اوردی، ولی میبینید که شروع میشه و این موج دیگه نمیتونن گلوبالیستا جلوش وایسن. این اتفاق میفته به نظر من. بله، سپاس از شما. منم معتقدم بیداری داره اتفاق میفته. درسته که اینها آمدن و نقشه ها دارن به هر حال، ولی من معتقدم که انسان بزرگ هم تو همه طیف پیدا میشه، حتی تو طیف اون میلیونرهای بزرگ و میلیاردرهای بزرگ جهان ناسیونالیست هم بالاخره پیدا میشه. بله، خود ترامپ یکیش، خود ایلان ماسک یکیش، اینا پیدا میشن به مرور. و همین ها و به علاوه بیداری مردم هم تو اروپا میبینم دیگه از اون ماست بودنه در اومدن. توییتر دنبالشون میکنم، میبینم که خب مثلا چند سال پیش واژه هایی مثل نمیدونم حق انسان، هیومن رایت، این چیزا میتونست، ولی الان میبینید نه، الان اون بیداری داره اتفاق میفته. تو امریکا هم خب به صورت کلاسیک همیشه اون مسیحیان معتقدی که حالا بیشترشون هم حزب جمهوری خواه هستن، اونا هستن همیشه، با اسلام هستن و خیلی هاشون هم تو این جریان کووید حاضر نشدن زیر بار واکسن برن، حتی به قیمت اخراج، به قیمت از دست دادن شغل ایستادن و اون ایستادگی تو همسایگان ما خیلی اصلا واکسن نزدن، تو همسایگان ما، بله، چون اینا خیلی هم مسیحیان، همشون پرچم دمه خونه هاشون آویزونه، البته ما هم پرچم داریم برای که واقعا مهمه که
این ارزش ها رو نگه داریم، پرچم ایران، پرچم امریکا، هر جایی که مدل زندگی کنیم باید پرچم رو نشون مردم بدیم و این خیلی مهمه. آفرین، درست گفتید. مسیحی ها اینجا بسیار هم آدم های خوبی هستند، برای که کشاورزا هستن و اون مردم زحمتکش آمریکایی که روزی 14 ساعت پدرشون کار میکنن. زمانی که پدر من 1960 اومده بودن آمریکا، اصلا برای من تعریف میگن، گفتن اصلا تو نمیدونی ملت آمریکا چه ملت خوبی هستند، چه ملت نمونه هستند، چه ملت زحمتکشی هستند. روزی 14 ساعت هیچ جای دنیا مردم اینجوری کار نمیکنن. ولی پدر من خوب شد که واقعا زنده نموند بیاد دوباره امریکایی الان رو ببینه، که واقعا چقدر اندوهگین میشد. همیشه براش میگفت، من باورش نمیشد، میگفت خیلی دلم میشکنه که اون ملت رو تبدیل دارن میکنن به همچین کشور، اون کشور به این کشور دارن تبدیل میکنن. سپاسگزاریم از شما بانو آرتمیس گرامی، بسیار خرسندیم که در برنامه ما شرکت کردید. سپاس از شما، سپاس از همه بینندگان برنامه های شما، و امیدوار هستم که این مسائل رو واقعا جدی بگیریم و بذارین دیگران بشنون اینا رو، بذارین آگاهی رسانی کنیم و همه تونیم با هم رشد کنیم. بسیار عالی، سپاس از شما. پاینده ایران جاوید شاه، بدرود. تا درودی دیگر. پاینده ایران، بدرود. خب دوستان عزیز و ارجمند، یکم هم از تایم ماهواره جلو زدیم، ولی خب برنامه فردا ادیت میشه، روی تلگرام هم خواهد اومد و عزیزانمون تو ایران از طریق تلگرام میتونن ببینن. سپاس از همتون که با ما همراه بودید، یاران و دوستان و عزیزان، همراهان ملیگرایان و همه شمایی که با ما هستید و با ما در این راه مبارزه همراه هستید. یک سپاسگزاری هم بکنیم از عزیزانمون که برنامه ها رو پشتیبانی میکنند در روی پیپل و باعث میشن این صدا شنیده بشه در روی یوتیوب. سپاسگزاری میکنیم از بانو ملینا ملی عزیز و در پیپل برنامه هم سپاسگزاری میکنیم. اجازه بدید اینجا رو ببندیم. از بانو آزیتا قین گرامی، از بانو ندا ری عزیز، از بانو محبوبه حسین پور گرامی سپاسگزاریم که برنامه ها رو ساپورت کردید و این صدا رو پشتیبانی میکنید، و همه شما عزیزانی که پشتیبان برنامه های ما هستید از طریق پیپلی که در زیر میبینید میتونید این رسانه رو حمایت کنید. ما با حمایت شماست که صدامون قوی تر میشه. طیف دست راستی باید قدرتمند باشه دوستان، چون راست یعنی راستگرایی، یعنی راست بودن، یعنی در مقابل این کثافت ها ایستادن، یعنی خداحافظی با اهریمن شیعه درون ایران، یعنی کار، کوشش، زندگی خوب، یعنی چیزی که به اصطلاح مردمان کلاسیک بین مثلا سالهای مثلا 1942 تا 1970-80 داشتن و یک زندگی خوب داشتن در سراسر دنیا مثل همونها، ما باید به اون یک کامبک بزنیم، برگردیم به اون دوران. اون دوران خوبی بود، مردم کار میکردن، زندگی میکردن مثل انسانهای ما. الان وجود نداره، الان دارن از بین میبرن. پس راستگرایی و احزاب دست راستی باید تقویت بشن، باید شعار مرگ بر سفاسد، ملا چپی مجاهد، هر ایرانی این رو قاب کنه بذاره بالا سرش و بهش عمل کنه. نه طرف چپ بره، نه طرف آخوند بره، نه طرف اسلام بره، نه طرف مجاهد که ترکیب این دوتا هست بره. برای همین از رسانه خودتون حمایت کنید، در کانال تلگرام حتما عضو باشید، برنامه ها رو در یوتیوب و سایر جاها به اشتراک بگذارید، کامنت بگذارید. ما پیروز هستیم. پاینده ایران جاوید شاه، بدرود. تا درودی دیگر.
آینده اوسن ایران، آینده اوسن آذربایجان، یاشاسن شاهزاده رضا پهلوی، جاوید شاه.